Good evening from the University of Utah in Salt Lake City. ما از دانشگاه یوتا از سالت لیک سیتی با شما هستیم. Sponsored by the Nonpartisan Commission on Presidential Debates. I'm Susan Page of USA. من سوزان پیج هستم از USA Today و افتخار دارم که امروز مجری این مناظره باشم که بخش مهمی از دموکراسی ما هست. در محلی که می‌بینید محل کوچکی هست، ما فاصله اجتماعی رو رعایت کردیم. همه افرادی که در این جا حضور دارن خواسته شده که ماسکشون رو از صورتشون بر ندارن. حاضرینی که در اینجا هستند خیلی کاندیداها رو دوست دارن، ولی ما فقط ازشون خواستیم که دوبار این اشتیاقشون رو نشون بدن، یکی آخر این مناظره و یه بار الان که معرفی میکنم. دعوت میکنم سناتور هریس و مایک پنس به روی صحنه بیان. سناتور هریس و آقای پنس، ممنون که اومدین. ما زمانی که آقای ترامپ تستش مثبت شد، ما همه برای اینکه او زودتر بهبود پیدا بکنه دعا کردند و کمپینی که برای رئیس جمهوری هست یک مسائلی قوانینی رو موافقت کردند و من اینجا هستم که میلیون ها نفری که دارن این مناظره رو میبینن اونها رعایت بشن. هیچ کس در این ستا موضوعات و سوالات با اونها مطرح نشده. در طول این 90 دقیقه 9 بخش داریم که هر کدوم از اونها 10 دقیقه خواهد بود. من ممکنه یک سوال از هر کدوم از شما بکنم یا ممکنه سوالات متفاوتی در مورد یه موضوع بکنم. شما 2 دقیقه وقت دارید که بدون قطع کردن حرف دیگری صحبتتون رو بکنیم. اون وقت 6 دقیقه وقت داریم که بحث‌ها رو راجبش بحث بیشتری بکنیم. فکر می‌کنم اون وقت وقتی وقت تموم میشه میگم که میریم سراغ بحث بعدی. ما مناظره‌ای می‌خوایم که خیلی هیجان انگیز باشه، اما در این حال می‌خوایم این بحث‌ها خیلی با احترام انجام بشه. امیدوارم که هر دو نفر خیلی محترمانه با هم تبادل آرا بکنن. اجازه بدید در مورد مسئله همه‌گیری که برای مملکت ما ضررهای زیادی زده شروع کنیم. خانم هریس، مسئله کرونا تحت کنترل نیست. جان هاپکینز گفت که 39 ایالت در طول 7 روز گذشته بیشترین تعداد کرونا رو داشتن. حتی اگر واکسنی به تازگی بیرون بیاد، اون وقت باز هم کشور انتخاب‌های سختی داره. دولت آقای بایدن چه خواهد کرد که دولت آقای ترامپ نخواهد کرد؟ آیا شما بس می‌بندید کشور رو دوباره یا طرح‌های دیگه‌ای دارید؟ 2 دقیقه وقت دارید. متشکر هستم سوزن. مردم آمریکا شاهد بزرگترین شکست و ناکامی یک دولت در تاریخ کشور ما بودند و این واقعیت‌هایی هستش که من خدمتتون عرض می‌کنم. 210,000 نفر در کشور ما کشته شدند فقط ظرف چند ماه گذشته. بیش از 7 میلیون نفر که به این بیماری مبتلا شدند. از هر 5 کسب و کار یک کسب و کار تعطیل شده. ما کارمندانی رو می‌بینیم که اونها رو عملاً به قربانگاه فرستادن، کادر درمانی کشور رو. 30 میلیون نفر رو می‌بینیم که تنها در چند ماه گذشته مجبور شدن که به جرگه بیکاران بپیوندند. در ژانویه 28 رئیس جمهور و معاونش بهشون اطلاع داده شد درباره ماهیت این کرونا. به اونها گفتند که این کرونا کشنده هستش، گفتند که از طریق هوا منتقل میشه، گفتند که جوانان هم تحت تاثیرش قرار میگیرن و به خاطر اینکه از طریق هوا
میتونه انتقال پیدا بکنه خطرش بیشتره. اونها همه اینها رو میدونستن ولی واقعیت رو به شما نگفتن. تصورش بکنید اگه شما در 28 ژانویه به جای اینکه 13 مارچ اون چیزی که اونها میدونستن شما میدونستین، چه کار میتونستین برای آمادگی انجام بدین؟ اونها میدونستن ولی روش سرپوش گذاشتن، گفتن که این یک دروغ هستش. اونها سعی کردن قضیه رو کم رنگ نشون بدن. رئیس جمهور آمریکا گفت که شما میتونید ماسک بزنید، میتونید ماسک نزنید، و به رغم همه اینها هنوزم که هنوز یک طرح مشخص ندارند. ولی جو بایدن یک طرح مشخص داره. طرح ما این هستش که ما یک استراتژی ملی رو تدوین بکنیم، ردیابی بکنیم، تست بکنیم، تا و همینطور اینکه چجوری واکسن رو به همه توضیح بکنیم، اون هم به شکل رایگان. این طرح جو بایدن هست، این طرح من هستش، با توجه اینکه میدونیم باید رشته امور رو به دست بگیریم برای نجات کشورمون، و جو بایدن اون کسی است که میتونه اون کارو انجام بده. اما این دولت حق انتخاب شدن دوباره رو نداره. ممنونم سناتور. آقای پنس، بیش از 210,000 آمریکایی از کووید 19 از ماه فوریه مردند. گفته میشه که تعداد افرادی که ممکنه از این بیماری کشته شده باشن خیلی بیشتره، و همینطور تعداد ما از کشورهای دیگه بیشتره. مثلا از کانادا، کشور همسایه ما، خیلی بیشتر هستیم. شما مسئول بیماری کووید 19 در مبارزه با اون هستید. چرا ما به عنوان کشوری که بسیار ثروتمند هستیم نتونستیم این مسئله رو حل کنیم؟ متشکرم سوزان، و میخوام از کمیسیون مناظره ها و دانشگاه یوتا تشکر کنم. همینطور خوش آمد بگم و ما افتخار من مناظره کردن در این صحنه با سناتور هریس. کشور ما امسال در یک چالش بزرگی قرار گرفت، اما میخوام که مردم آمریکا بدونن که از همون روز اول پرزیدنت دونالد ترامپ سلامت مردم آمریکا رو در اولویت اولش گذاشت. مواردی که وارد کشور می شدن همشون موارد مبتلا، همشون از چین می اومدن، و پرزیدنت ترامپ کاری کرد که هیچ کس دیگری نکرده بود. تمام سفرها از چین رو به همون لحظه، از همون لحظه که متوجه شد اقتصاد دوم جهان از چین سفرها رو متوقف کرد، و جو بایدن اون اقدام رو محکوم کرد، گفتش که این خارجی هراسی است. و من به عنوان رئیس ستاد مقابله با کرونا کاخ سفید به شما میگم که اون تصمیم پرزیدنت ترامپ به ما وقت خیلی خوبی در اختیار داد تا بتونیم که برنامه‌ریزی کنیم، برنامه‌ریزی در حد بسیج کشورمون در جنگ جهانی دوم، برای اینکه با اون زمانی که به دست آوردیم تونستیم بیش از تا به امروز بیش از 115 میلیون تست رو انجام دادیم. میلیاردها مورد موارد کیت‌های حفاظتی رو به پزشکان و دیگران ارائه کردیم، و در ماه بعدی، در ماه فوریه و ماه‌های بعد رفتیم به سمت آماده کردن واکسن. و پرزیدنت ترامپ، رهبری او و به اعتقاد ما کاری که او کرد باعث خواهد شد که ده ها میلیون نفر تا پایان، قبل از پایان امسال به واکسن برسند. کاری که پرزیدنت ترامپ و من و ستاد مقابله با کرونا هر روز کردیم و داریم میکنیم، من معتقدم که وقتی به برنامه‌مون نگاه میکنیم، وقتی به پیشرفت‌های آزمایش‌ها نگاه میکنیم، وقتی به تحول در زمینه تولید واکسن نگاه میکنیم، فکر میکنم بعضی از چیزهایی که جو بایدن میگه انگار که داره از روی ما کپی میکنه. میخوام که مردم آمریکا بدونن که این رئیس جمهوری است که سلامت آمریکا و مردم آمریکا رو پیش از هر چیز قرار داده، و من افتخار میکنم به فداکاری هایی که او و کارکنان خط مقدم ما انجام دادن. بله، هر چی که آقای معاون رئیس جمهور دارن میگویند و مدعی هستن که دولت انجام داده، واضحه که جواب نداده. وقتی ما نگاه میکنیم به 210,000 نفر که کشته شدند، خانواده های عزادار، خانواده هایی که این همه تعداد آدم را از دست دادند. ببینید، آقای معاون رئیس جمهور رئیس اون گروه ویژه‌ای هست که قراره به کرونا رسیدگی بکنه. در سال در ژانویه 28 میدونست چه اتفاقی افتاده. به خاطر مصاحبه با وودوارد هست که ما میدونیم این رو. وقتی از رئیس جمهور پرسیدن که چرا این رو به مردم نگفتن، جوابشون این بود که رئیس جمهور میخواستن مردم دچار اضطراب نشن. این خیلی مهمه. اجازه بدید جواب بدم. آقای معاون رئیس جمهور، من دارم حرف میزنم. ببینید، 15 ثانیه. من میخوام از مردم آمریکا بپرسم، شما نگران نیستین که از کجا میتونین که داروتون رو بگیرین؟
فکر نمی کنین که وقتی بچه های شما از مدرسه برگردن نگران باشن که شاید ویروس رو با خودشون آوردند؟ اجازه بدید به آقای پانسام فرصت بدیم پاسخ بدن. هیچ روزی نیست که من به تک تک خانواده‌هایی که یکی از اعضاشون از دست دادن فکر نکنم و همیشه میخوام بگم که شما در قلب ما جا داریم و در دعاهای ما به شما برای شما دعا میکنیم. اما کاری که مردم آمریکا در این چند ماه اخیر کردن، اگر که بخوایم ارزش اون رو زیر سوال ببریم، این یک بی‌اعتنایی است به فداکاری‌هایی که کارکنان ما کردن. واقعیت این چیزیه که دکتر فاوچی گفت. هر چیزی که دکتر فاوچی در دفتر ریاست جمهوری به پرزیدنت ترامپ گفت و من هم به شما میگم. پرزیدنت ترامپ گفتش که اعتماد او به مردم آمریکا بی‌شائبه است. وقتی دکتر فاوچی و دکتر برک و دیگر کارشناسان پزشکی ما در ماه مارس اومدن و گفتن که اونها گفتن که اگر پرزیدنت ترامپ این اقدام بی سابقه را در متوقف کردن سفرها از چین انجام نداده بود، جان 2.2 میلیون آمریکایی از دست می‌رفت. این واقعیته. ما اگه این کار نکرده بود همچنان می‌تونستیم آمریکایی بیشتری را از دست بدیم. البته یک زندگی از دست رفته هم بسیار زیاده و مردم آمریکا باید اعتبار این فداکاری که کردند، کار سختی که کردند، این که سلامت خودشون رو به خطر انداختن تا مقابله کنن با این ویروس، باید به اونها اعتبار این رو داد. آقای پنس، شما در صف اول تیمی بودید در روز گاردن وقتی که قرار بود جلسه برگزار شد. هیچ کس اونجا فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت نکرده بود، ماسک نزده بود. چطور میخواین از آمریکایی‌ها، از دولتی پیروی بکنند که تعداد خیلی زیادی از اونها الان کووید گرفتن و الان در کاخ سفید اون کارهایی که به مردم میگه انجام نمیده خودش؟ مردم آمریکا در 8 ماه گذشته نشون دادن که وقتی واقعیت‌ها به اونها ارائه شد، اونها حاضر بودن که زندگی خودشون رو به خطر بندازن تا از سلامت خانواده و عزیزان خودشون دفاع کنن. استفاده از این اطلاعات و بکارگیری این اطلاعات در یک شرایط همه‌گیری، وقتی که ما داشتیم تعداد واقعا ناراحت کننده از افراد رو هر روز از دست می‌دادیم، در نیویورک، نیو جرزی، نیو اورلینز، در دیترویت، ما به آمریکایی‌ها گفتیم که چه کار باید کرد و آمریکایی‌ها شروع کردن به فداکاری. و وقتی که دوباره همه‌گیری در تابستان اوج گرفت، دوباره پرزیدنت ترامپ به کار خودش ادامه داد. الان ببینید وقتی که نیاز شد که معرفی قاضی دادگاه عالی آمریکا، پرزیدنت ترامپ باز به وظیفه خودش عمل کرد. ببینید، از گمان زنی بذارید اجتناب کنیم. من و همسرم کارن اونجا بودیم. خیلی از افرادی که اونجا بودن تست شده بودن برای کرونا. یک رویدادی بود در فضای باز و همه سناتورها در این رابطه بهشون توصیه لازم انجام شده بود. پرزیدنت ترامپ به مردم آمریکا اعتماد داره که بتونن بهترین تصمیم رو برای خودشون بگیرن در ارتباط با سلامت خودشون. جو بایدن و کامالا هریس دائم دارن صحبت از حکم و قانون میکنن، نه فقط در مورد کرونا، بلکه اینکه دولت بیاد کل سیستم سلامت و بهداشت و درمان رو در اختیار بگیره، توافق جدید سبز و غیره. شما وقتی مردم آمریکا احترام میذاریم، وقتی واقعیت رو بهشون میگیم، وقتی که شما اون شجاعت رو داشته باشین که باید به عنوان رهبر داشته باشین، ولی شجاعتتون داشته باشین چیزایی بهشون بگین که شاید نخوام بدونن ولی بتونن خودشون حفاظت بکنن. اما این دولت اطلاعاتی رو که داشت که اگه شما به عنوان یک پدر و مادر داشتین، اگه شما به عنوان یک کارگر داشتین، شما یک کسی بودین که پسنداز کافی نداشتین و حالا باید تو صف دریافت کوپن غذایی باشید، به خاطر بی‌کفایتی این دولت، دولتی که حاضر نبود که واقعیت رو به مردم آمریکا بگه. بنابراین بیاین راجع به مراقبت از مردم آمریکا صحبت بکنیم. مردم آمریکا خیلی باید فداکاری میکردن به خاطر بیکفایتی این دولت. سوزان، ما داریم راجع به مردم آمریکا حرف میزنیم. آیا واقعا خیلی این چیز زیادیه که از رئیس جمهور بخوان که اطلاعاتی رو بهشون بدن که بتونن خودشون محافظت بکنن؟ پرزیدنت ترامپ نداره، من کاملا برای اینکه زندگی به شرایط عادی برگرده، دکتر فارچی و متخصصان دیگه گفتن که تعداد خیلی زیادی از مردم باید واکسینه بشن، ولی نصف مردم آمریکا میگن حتی اگر امروز واکسن باشه حاضر نیستن واکسن بزنن. اگر دولت ترامپ یه واکسنی رو تایید بکنه قبل از انتخابات، آیا فکر می‌کنید آمریکایی‌ها این واکسن رو باید بزنن و شما می‌زنید؟
اگر حرفه‌ای های تیم درمانی، اگه دکتر فوچی، اگه پزشکان بگن باید این واکسن رو بردارن، البته من اولین کس خواهم بود که واکسن رو بردارم. اما اگه دونالد ترامپ بگه این واکسن رو بردارین، خیر، من اون موقع واکسن رو بر نمی‌دارم. معاون اول، خیلی اتفاقات زیادی بعد از این همه گیری افتاده، گفته شده که باید اهمیت کاری که شما الان دارید چقدر زیاده. موضوع دوم امشب ما نقش معاون ریاست جمهوری هستند. یکی از شما نقش تاریخی خواهد داشت که به عنوان پیرترین رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود. دونالد ترامپ 74 ساله خواهد بود و جو بایدن 78 ساله. این مسئله نگرانی هایی رو بین رای دهندگان ایجاد کرده، به خصوص بعد از اینکه آقای ترامپ در بیمارستان بستری شد. آقای پنس، آیا شما بحثی یا داشتید یا اینکه توافقی با آقای ترامپ رسیدین در مورد راهکارها یا مسائلی که اگر رئیس جمهور نتونه کارش رو انجام بده شما اون کار رو انجام بدید؟ شما 2 دقیقه وقت. سوزان، متشکرم. اگرچه میخوام که یه لحظه برگردم به عقب، من میخوام برگردم به عقب اگه ممکن باشه. واقعیت اینه که ما به زودی یک واکسن خواهیم داشت. در یک زمان بی سابقه، در کمتر از یک سال، ما 5 کمپانی داریم که دارن به مرحله آزمایش های کلینیکی میرسن و ده‌ها میلیون دوز واکسن رو دارن آماده میکنن. این که شما همچنان ادامه میدین به خدشه‌دار کردن اعتماد عمومی به این واکسن، اگر واکسن در طول دوره ترامپ قابل ارائه باشه، این رو زیر سوال میبرید. گاهی وقتا سیاست دروغه و واقعیت اینه که قبل از پایان امسال ما واکسن رو در اختیار مردم خواهیم گذاشت و این قابلیت رو خواهیم داشت که شمار نامحدودی از جانهای آمریکایی‌ها رو نجات بدیم. و این که شما همچنان سعی می‌کنید خدشه‌دار کنید اعتماد مردم رو به آماده شدن این واکسن، این غیر قابل قبوله. و بعد وقتی شما از شکست این دولت صحبت می‌کنید، کسی نمی‌دونه که ببینید شکست چیه در دوره یک همگیری. سال 2009 وقتی که آنفولانزای خوکی به آمریکا رسید، چه اتفاقی افتاد؟ خوشبختانه به شدت کرونا نبود، ولی قبل از پایان همون سال وقتی جو بایدن معاون رئیس جمهور بود، نه 7 میلیون نفر بلکه 16 میلیون آمریکایی به آنفولانزای خوکی مبتلا شده بودند. اگر آنفولانزای خوکی به همون مرگباری کرونا بود، در اون سال 2009 تحت معاونت ریاست جمهوری جو بایدن چه اتفاقی میافتاد؟ چند نفر میمردن؟ اینکه اونها همه کار رو اشتباه کردن در مورد آنفولانزای خوکی فقط به واسطه شانسشون بود و بعد در نهایت ما همه چیز رو از اونها یاد گرفتیم، از اشتباهات اونها. همچنان داریم یاد میگیریم و فکر میکنم که وقت شما تمام شده. کاری که کردیم، تکرار میکنم، سناتور هریس، خواهش میکنم اعتماد عمومی رو خدشه‌دار نکنید. خانم هریس، اجازه بدید همون سوال رو از شما بپرسم، سوالی که از آقای پنس پرسیدم. شما آیا توافقی داشتید یا اینکه بحثی راجع به این که راه و روش هایی که وقتی به مسئله این که رئیس جمهور نتونه اعمال خودش رو، کارهای خودش رو انجام بده، فکر میکنید وقتی این اتفاق بیفته باید این بحث انجام شده باشه یا نه؟ پس بزنین به شما بگم، روز اولی که جو بایدن به من زنگ زد از طریق زوم، گفتش که تو از من خواست که من معاون او باشم، یکی از روزهای بسیار پرخاطره عمر من هست. من به لحظه اول مادر خودم فکر کردم که 19 سالگی به ایالات متحده آمریکا اومد، وقتی 25 سالش بود من رو به دنیا آورد، در شمال کالیفرنیا من رو به دنیا آورد، در بیمارستان کایزر. من هرگز فکر نمی کردم که الان اینجا توی موقعیت بشینم، ولی الان او از آسمان ها و از بهش به من نگاه میکنه، افتخار به من میکنه. میدونین من و جو به یه شکل مشابهی بزرگ شدیم، هر دومون با این ارزش کار و دسترنج زیاد و برای جنگیدن برای کرامت آدم‌ها بزرگ شدیم. برای همین وقتی جو از من خواست که با او انجام وظیفه بکنم، می‌دونیم من اولین زنی هستم که به عنوان دادستان عمومی در سان فرانسیسکو فعالیت کردم، یک الگویی درست کردم برای فعالیت نیرو انتظامی، برای اصلاحات در سیستم قضایی. من اولین زن رنگین پوست، اولین زن سیاه‌پوست بودم که در کالیفرنیا تونستم دادستان عمومی باشم،
بعد یکی از بزرگترین سیستم‌های جزایی رو بر عهده بگیرم. کار کردم با بانک‌هایی که سوء استفاده می‌کردن، صاحبان خونه‌ها، با شرکت‌های بزرگ تبهکاری بین‌المللی، و الان هم در سناتور بودم. دومین زن سیاه‌پوستی بودم که در سنای آمریکا فعالیت کردم، در کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا، و همواره اطلاعات خیلی محرمانه رو گرفتم درباره خطرات که امنیت ملی ما رو تهدید میکنه. به جاهای مختلف دنیا سفر کردم، با سربازان خودمون در میادین جنگ ملاقات کردم، و برای همین جو بایدن از من خواست که معاونش باشم، برای اینکه ما یک هدف مشترک داریم. هدف مشترک ما این هستش که مردم آمریکا به تعالی برسن. بعد از 4 سال که این کارای دونالد ترامپ کرده، من دوست دارم ببینم که ما بر سر اصول مشترک دوباره رشد کنیم. ممنونم سناتور. آقای بایدن گفتن که یک طرحی رو ارائه میکنن که تبدیل به اصلی ترین طرح موجود میشه. سوال من برای هر دوی شماست، آیا فهم کنید این اطلاعاتی است که باید رای دهنده ها داشته باشند یا نه؟ متشکرم سوزن. اجازه بدین که بگم از طرف پرزیدنت ترامپ و بانوی اول که چقدر ما واقعا منقلب شدیم از این موج حمایت ها و آرزوهای بهبودی و دعاهایی که مردم برای ایشون کردن. اما درمانی که پرزیدنت ترامپ دریافت کرد در بیمارستان والتر رید و شفافیتی که اونا در کل این مرحله نشون دادن همچنان ادامه خواهد داشت، و مردم آمریکا خواهند دونست که وضعیت سلامت پرزیدنت ترامپ در چه وضعیتی هست. و من خیلی قدردان هستم و خیلی منقلب شدم واقعا از طرف به واسطه این حمایت فراجناهی و این ابراز امیدواری و آرزوی بهبودی. از جمله میخوام تشکر کنم از جو بایدن و سناتور هریس به خاطر آرزوی بهبودی که کردم، و میخوام تبریک بگم به سناتور هریس به خاطر اینکه ایشون معرفی شدن به عنوان سمت معاونت رئیس جمهور. و ما الان انتخابات پیش روی ما هست و پیش روی مردم آمریکا هست در یک سال بسیار پرچالش، و واقعا خیلی حساس هست این انتخابات. ممنونم از شما. میخوام به سناتور هریس وقت بدم که در مورد همین مسئله بگه. فکر میکنید باید رای دهنده ها در مورد وضعیت سلامت آقای ترامپ بیشتر اطلاعات داشته باشن؟ مسلمه بله، و برای همین هستش که جو بایدن اینقدر تونست شفاف عمل بکنه برخلاف رئیس جمهورمون، نه فقط از لحاظ انتشار کارنامه بهداشتی خودش، بلکه از لحاظ انتشار کارنامه مالیاتی خودش. ما به خاطر خبرنگار و فعالیت‌های اونا بودیم که فهمیدیم دونالد ترامپ فقط $750 بابت مالیات داده. وقتی من اینو شنیدم پرسیدم که شما منظورتون $750,000؟ بهم گفتن نه، 750 تا تک دلاری. ما الان میدونیم که دونالد ترامپ میدونید چقدر مغروز هست؟ $400 میلیون مغروز هست. خوب گوش بدین، وقتی من میگم مغروز هستی یعنی چی؟ یعنی که شما بدهکارین این پول را. و شما خوبه که بدونین رئیس جمهور شما، فرمانده کل قوا، اینقدر پول بدهکاره. برای اینکه مردم آمریکا حق دارن که بدونن چه چیزهایی روی تصمیم گیری های رئیس جمهور اثر میذاره. وقتی اون تصمیم میگیره آیا بر اساس منافع شما مردم آمریکا انجام میده یا بر اساس منافع خودش؟ بنابراین بیاین راجع به شفافیت صحبت بکنیم. شفافیت رو همه باید داشته باشن. جو بسیار شفاف بوده، سالها شفاف بوده. تنها چیزی که همه ما راجع به جو خوب میدونیم اونه که همه چی رو کف دستش میذاره، صادقانه حرفش رو میزنه. اما برخلاف اون، دونالد ترامپ بر همه چی سرپوش میذاره. ممنونم سناتور هریس. به شما هم میخوام وقت بدم پاسخ بدید. بله، من میدونم که آقای جو بایدن 47 سال در سمت‌های سیاسی عمومی خدمت کرد، و همینطور سناتور هریس. من احترام میذارم به کارنامه شما، ولی پرزیدنت ترامپ یک بیزنسمن بوده، یک فردی بوده در بخش خصوصی، و $100,000 انواع مالیات رو، مالیات ملک و املاک مستغلات و انواع دیگر مالیات رو پرداخته. و پرزیدنت ترامپ همچنین کیلو کیلو اطلاعات مالیاتی خودش رو قبلا
فاش کرده، منتشر کرده. و حالا آقای جو بایدن که 47 سال خدمت کرده در حیطه سیاسی و عمومی، در مقایسه با پرزیدنت ترامپ که تمام تجربه خودش رو در دنیای بیزنس و در دنیای تجارت آورده به کاخ ریاست جمهوری و متحول کرده اقتصاد ما رو برای تجارت عادلانه برای کشور ما مبارزه کرده، این رو مقایسه کنید با کارنامه جو بایدن و هریس. خیلی خوب ما رو برد سراغ مسئله سوم که بحث اقتصاد، یه چیز خیلی مهمی که زندگی مردم آمریکا رو این ویروس کرونا تحت تاثیر قرار داده. ما تعداد کسانی که کارشون از دست دادن خیلی زیاد شده، میزان بیکاری به 7.9% رسیده و همینطور شنیدیم که در بخش هواپیمایی و همینطور در دسنی بسیار تعداد زیادی کار رو از دست دادن. خیلی ها اصلا دیگه دنبال کار نمیگردن. 11 میلیون کار که اول امسال وجود داشت از بین رفته، اونها کار جدیدی هم ایجاد نشده و تعداد خیلی از زیادی از اونهایی که کارشون از دست دادن زنها بودن. خانم هریس، شما کارزارتون گفته که روشی داره برای این که اقتصاد رو پیش ببره و کارش اینه که میخواد میلیون ها دلار مالیات به افراد پولدار وضع بکنه، و آیا تنها با افزایش مالیات ما رو در ریسک این قرار نمیدین که پیشرفت نکنیم؟ متشکرم. در زمینه اقتصاد فکر میکنم یک اختلاف اساسی بین جو بایدن و دونالد ترامپ وجود داره. جو بایدن معتقد هستش که قدرت و سلامت اقتصاد آمریکا رو میشه بر اساس قدرت و سلامت کارگر آمریکایی و خانواده اش سنجید. از یک طرف شما دونالد ترامپ رو دارین که شما سلامت اقتصاد رو بر اساس پولداری بعضی آدم‌ها می‌کنین. برای همین هستش که قانون مالیاتی رو وضع کرد که بیشتری معافیت‌های مالیاتی رو به اون 10% با اون 1% پولدارها بده. یعنی 2000 میلیارد دلار کسر بودجه‌ای که مردم آمریکا باید پولش رو بدن. روز اول که جو بایدن بر سر کار بیاد این قانون مالیاتی رو لغو می‌کنه و اون پول رو برمی‌داره و در مردم آمریکا سرمایه‌گذاری می‌کنه از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، وعده‌ای که خود دونالد ترامپ هم داده بود ولی هرگز اتفاق نیفتاده. دونالد ترامپ این وعده رو محقق میکنه با سازی جاده‌های ما، با جاده پل‌های ما و همینطور سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر. جو بایدن این سرمایه‌گذاری خواهد کرد در نوآوری. یک زمانی بود که کشور ما به دانش و علم ایمان داشت، به توسعه و تحقیقات ایمان داشت، بنابراین ما رهبر نوآوری در صحنه جهانی بودیم. جو بایدن از اون پول استفاده خواهد کرد تا در آموزش و پرورش سرمایه گذاری کنه. مثلا اگه کسی بخواد بره به یک دانشکده یه 2 ساله به طور رایگان خواهد رفت. اگه شما در خانواده باشین کمتر از 125,000 دلار در سال در بیارید میتونید به طور رایگان برین دانشگاه و ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که اگه شما بدهی های دانشجویی دارین ما تا 10,000 دلار به شما تخفیف بدیم. جو بایدن اینجوری راجع به اقتصاد فکر میکنه، یعنی سرمایه گذاری در مردم، نه اینکه تصویب قانونی که نفعش فقط برای شرکت های آمریکایی هستش که بتونن از کشور خارج بشن و اونجا به کسب و کار ادامه بدن. هنوزم سناتور هایس، آقای پنس، دولت شما گفته که میخواد اقتصاد رو برگردونه خیلی سریع. آیا آمریکایی‌ها باید آماده باشند به یک وضعیت اقتصادی که ممکنه مثلا سالها طول بکشه که برگرده به شرایط عادی؟ وقتی پرزیدنت ترامپ و من وارد کاخ سفید شدیم، آمریکایی‌ها داشتن وارد یکی از بدترین دوران اقتصادی خودشون از زمان رکود بزرگ دهه 30 بودن، دهه 30 قرن گذشته، و ما یکی از بزرگترین کاهش های مالیاتی رو تدارکش رو دیدیم. و برخلاف چیزی که سناتور هریس میگه، خانواده میانگین آمریکایی حدود 2000 دلار از این قضیه بهره مند شد. بسیاری از کارگران به اصطلاح یقه آبی آمریکایی که سخت کار میکنن از این قضیه منتفع شدن. هزاران دلار بهره مند شدن به واسطه همین کاهش‌های مالیاتی پرزیدنت ترامپ. و وقتی که ما اگر که جو بایدن انتخاب بشه، همون روز اول پرزیدنت ترامپ به شما گفته، همون روز اول جو بایدن مالیات شما را اضافه خواهد کرد. در حالی که ما وارد یک همه‌گیری بزرگ شدیم که میلیون‌ها دلار پول را از دست دادیم، شغل‌های زیادی را از دست دادیم، ولی به واسطه اینکه پرزیدنت ترامپ مالیات‌ها را کم کرده و سعی کرده که تجارت منصفانه رو برای کشور ما به ارمغان بیاره، شغل‌های زیادی را از طریق کمک‌های بسته مشوق سعی کرده که نجات بده،
کاری که ما کردیم به نفع خانواده‌ها و کارگران آمریکایی و خانواده‌های اونا بوده، در حالی که جو بایدن میخواد که مالیات‌ها رو اضافه کنه. این طرح به اصطلاح نوین سبز که نزدیک 100 میلیون دلار خرجشه، اون رو میخوان برن به سمتش، میخوان سوخت‌های فسیلی رو نابود کنن که هزاران شغل آمریکایی از دست خواهد رفت اگه این کارو بکنن. جو بایدن میخواد که دوباره برگرده اقتصاد ما رو تسلیم چین کنه. وقتی که ما وارد کاخ سفید شدیم یک کسری تجارت بزرگی داشتیم با چین که اون رو کمش کردیم. جو بایدن میخواد این رو دوباره برقرار کنه. تردیدی نداشته باشید، اقتصاد آمریکا و برگشتن اقتصاد آمریکا، بازسازی اقتصاد آمریکا بستگی داره به این انتخابات، اگر پرزیدنت ترامپ دوباره انتخاب بشه برای 4 سال بعدی. و ما سال 2021 مهمترین سال اقتصادیمون رو خواهیم داشت. ما به اندازه کافی هفته گذشته در مناظره ها از کافی رو شنیدیم، حرف زدن بر اساس گفته های غیر واقعی. جو بایدن خیلی روشن گفت هرگز مالیات رو برای شما کسی شما همین الان گفتین که میخواین کاهش مالیات. آقای رئیس جمهور، من دارم حرف میزنم. شما گفتید که باید واقعیت رو بگیم. جو بایدن دو بار هفته گذشته گفتش که میخواد کمبود مالیات های ترامپ رو لغو کنه. این کمبود مالیات کم کردن مالیات ها، کاهش مالیات هاست که به کارگران میانگین ما امکان این داده که پول تصرف کنند. این حرف شما کاملا اشتباهه. پس قرار فقط بخشی از کاهش مالیات. اگه شما اجازه بدین من حرفمو تموم بکنم، موقع بتونیم درست حرف بزنیم. خواهش میکنم. جو بایدن مالیات ها رو بالا نمیبره. کسی که کمتر از 400 هزار دلار در سال بسازه مالیات رو نمیبره بالا. خیلی روشن گفت. جو بایدن گفت که جلوی فرکینگ رو نخواهد گرفت. جو بایدن اون کسی هستش که در زمان رکود اقتصادی مسئول طرح احیای اقتصادی بود که آمریکا رو دوباره برگردوند بر روی قلتک، ولی حالا دونالد ترامپ میخوان اعتبار اون کار رو بگیرن. اونها وارث موفقیت جو بایدن بودن، اونها اقتصاد موفقی رو تحویل گرفتن. حالا الان کاری نداریم که اقتصاد فاجعه بار شده، اما جو بایدن اون نقش رو داشت. اما حالا ببینید دونالد ترامپ چیکار کرده. کاری که دونالد ترامپ این کرده، رئیس جمهور در دوران رکودی بوده که کاملا به فروپاشی اقتصاد منجر شده، اما شما جو بایدن رو دارین که در زمان پرزیدنت اوباما درمان عمومی رایگان رو به 22 میلیون آمریکایی آورد، حتی اونایی که بیماری‌های پیش‌زمینه‌ای دارن. مضاف بر اینها کمک کرد به خانواده‌هایی که در آستانه ورشکستگی بودن به خاطر پول‌ها و مخارج بیمارستانی که نمی‌تونستن پولشو بدن. اما از طرف دیگه شما دونالد ترامپ دارین که در دادگاه الان پرونده داره به خاطر اینکه سعی کرد که این بیمه درمانی رو لغو بکنه. چرا؟ یعنی که اگه شما بیماری پیش‌زمینه‌ای داشته باشین این مزیت بیمه درمانی رو از دست میدین. خیلی مهم هستش. بذارین اون جلوی حرف من، تو وسط حرف من پرید، اجازه بده من حرفم تموم کنم. اگه شما یک بیماری زمینه‌ای داشته باشین، مرض قند، بیماری قلبی، سرطان سینه، الان اینها برای شما یک خطر هستند. اینها میخوان بیان بیمه عمومی رایگان شما رو لغو بکنن. سناتور هریس، ممنونم از شما. اجازه بدید به شما هم وقت بدم جواب بدید. خب امیدوارم که میخوایم بتونیم این فرصت داشته باشیم که راجع به خدمات درمانی صحبت کنیم، چون اوباماکر واقعا یک فاجعه بود و پرزیدنت ترامپ و من یک برنامه‌ای داشتیم که اولا کسانی که بیماری‌های از قبل دارن تحت حمایت باقی بمونن. و اجازه بدین سناتور هریس، شما البته حق دارین که نظر خودتون داشته باشین، ولی واقعیت‌ها نمیتونن مال شما باشن. شما در حداقل دو مورد که گفتید که اگر رئیس جمهور بشه جو بایدن فرکینگ رو متوقف میکنه. جو بایدن گفتش که من تضمین میکنم که سوخت‌های فسیلی رو محو میکنیم. این نسخه به اصطلاح طرح نوین سبزی که شما یک نسخه متفاوتی از اون ارائه کردید، اون هم بسیار گرانتره. حذف سوخت‌های فسیلی، تسلیم کردن کشور در برابر اقتصاد چین، اینا همون چیزی است که ما میگیم. من پرزیدنت ترامپ، ما آمریکا رو و این بازگشت اقتصادی به شکل وی رو همچنان ادامه خواهیم داد و نیاز به این داریم با 4 سال دیگر از دولت دونالد ترامپ.
ممنون از شما آقای پنس. بریم سراغ بحث بعدی که تغییرات اقلیمی هست. آقای پنس، میخوام اولین سوال رو از شما بپرسم. امسال ما طوفان‌های بدی رو دیدیم در جنوب و یه طوفان دیگه هم داره میاد و همینطور آتش سوزی های خیلی بدی رو در جنگل ها دیدیم. شما به همونطور که گروه های علمی تایید کردن تغییرات اقلیمی که انسان ها به وجود آوردن داره اقلیم رو گرمتر میکنه و همینطور اتفاقاتی میفته که برای جامعه بشری بدتر خواهد. متشکرم سوزان. اولا من خیلی مفتخر هستم، افتخار میکنم به کارنامه ما در زمینه حفاظت از محیط زیست. به واسطه دولت ما، هوا و خاک ما و آبهای ما تمیزتر از هر زمانی هستند در گذشته. و اخیراً پرزیدنت ترامپ قانون فعالیت‌های در فضای آزاد رو تصویب کرد. پرزیدنت ترامپ یک تعهدی داره به حفاظت از محیط زیست، اما در ارتباط با تغییرات اقلیمی، اقلیم‌ها دارن تغییر می‌کنن، بله، ولی موضوع اینه که دلیلش چیه و چه کار می‌تونیم در این باره بکنیم. پرزیدنت ترامپ خیلی روشن گفته که همچنان به علم و دانش گوش خواهد کرد، اما جو بایدن و کمالا هریس می‌خوان ما رو دوباره ببرن به توافق پاریس از طریق این برنامه به اصطلاح نوین سبزشون که هزینه انرژی، تامین انرژی برای خانواده آمریکا رو بسیار بسیار زیاد خواهد کرد و اقتصاد ما رو نابود خواهد کرد، شغل‌های ما رو از بین خواهد برد. پرزیدنت ترامپ و من معتقدیم پیشرفتی که در ارتباط با تمیز کردن محیط زیست، پاک کردن محیط زیست حاصل کردیم به خاطر اینکه یک اقتصاد قوی بازار آزاد داریم. و چیز قابل توجه اینه که ایالات متحده آمریکا کربن خروجی خودش رو بسیار بیشتر از کشورهایی که داخل توافق پاریس باقی موندن کم کرده و ما به فرکینگ و گاز طبیعی نیاز داریم. و از مردم آمریکا میخوام که برن به کارنامه سناتور هریس و چیزی که جو بایدن گفته نگاه کنن، برای اینکه شما هر دو مکرر گفتین که میخواهید سوخت‌های فسیلی رو محو کنین و همینطور فرکینگ رو متوقف کنین. بنابراین با ایجاد یک اقتصاد نوآورانه ما میتونیم که بریم به سمت حمایت از محیط زیست. اما در ارتباط با آتش در جنگل‌ها، ما معتقدیم که سوء مدیریت این قضیه در کالیفرنیا، فرماندار شما در کالیفرنیا گاوین نیوسم، او مسئولیت داره در این زمینه. و در ارتباط با گردبادها، یافته‌های اقیانوس شناسی ما چیز دیگه ای میگن. امروز ما گردبادهای بیشتری از 100 سال پیش نداریم، ولی خیلی از این هشدار دهنده ها و فعالان زیست محیطی که زیادی نگران هستن میخوان که این قضیه رو مرتبط کنن به اون قضیه و بعد بگن که ما نیاز داریم به این توافق نوین سبز. سنتر هریس، همونطور که ماور اولم گفتن، شما ترجیحی در کنگره دارید، ولی آقای بایدن هفته پیش در مناظره گفتن که از طرح سبز جدید حمایت نمی‌کنن، ولی وقتی که میرین سراغ وبسایتشون میگن که این طرح اصلی هست. واقعا دولت بایدن و هریس در مورد این طرح سبز چیه موضعشون؟ اول از همه من تکرار میکنم و مردم آمریکا هم بدونن، جو بایدن جلوی فرکینگ رو نمیگیره. این یک واقعیت هست. من مجددا این رو تکرار میکنم، جو بایدن به روشنی گفته او به فکر ایجاد شغل هست، برای همین که مالیات رو بالا نمیبره برای کسایی که زیر 400 هزار دلار در سال پول در میارن. طرح اقتصادی جو بایدن به گفته یک شرکت معتبر اقتصادی 7 میلیون شغل بیشتر از طرح اقتصادی دونالد ترامپ ایجاد میکنه. نصف این شغل هایی که ایجاد خواهند شد شغل هایی هستند که در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و پاک هستند. جو بایدن این رو میفهمه، غرب کشور ما داره میسوزه، ایالت من کالیفرنیا دارن میسوزن. برین در فلوریدا رو نگاه بکنین، چه گردبادهایی در اونها میاد. با زارعان و دهقانانی صحبت بکنین که در آیووا تمام محصولات خودشون رو به خاطر این طوفان‌ها از دست دادن. جو بایدن به دانش ایمان اعتقاد داره. ببین سوزن، من وقتی رفتم، سوزن توی کمیسیونی بودم که مسئولش کارش کار اقتصادی بود، اما میدونین دولت چی کار کرد؟ این دولت کلمه اقتصاد و کلمه تغییرات اقلیمی رو از وبسایتش پاک کرد. این رویه این دولته، اصلا اعتقاد به علم ندارن.
اما طرح جو این هستش که ما علم را قبول داریم ولی در اینها شغل هم ایجاد میکنیم. دونالد ترامپ وقتی ازش راجع به آتش سوزی در کالیفرنیا پرسیدن اینکه شما نظرتون راجع به هفتار علمی چیه، میدون جواب چی بود؟ گفت علم از کجا بدونه. بنابراین ببینیم کی میتونه سزاوار رهبری کشور ما باشه در ارتباط به رسیدگی به یک خطر موجودیتی برای بشریت. جو بایدن میگه ما سرمایه گذاری میکنیم در توسعه انرژی های پاک، ایجاد میلیون ها شغل جدید و رسیدن به کربن صفر تا سال 2035. یعنی انتشار هیچ گاز دی اکسید کربنی ایجاد نخواهد کرد. اما دونالد ترامپ میخواد بره به عقب. ما کاری که خواهیم کرد با افتخار برمیگردیم به توافق تغییرات اقلیمی پاریس. سناتور هایس گفت که مسئله تغییرات اقلیمی یک تهدید بزرگ است. شما هم فکر میکنید همینطور است؟ همونطور گفتم سوزان، اقلیم تغییر میکنه و ما باید ببینیم که دلیلش چیه. ولی الان سناتور هریس همچنان داره انکار میکنه که اونها میخوان که مالیات مردم آمریکا رو اضافه کنن. دو بار دست کم جو بایدن همون هفته پیش در مناظره گفتش که مالیات مردم آمریکا رو از همون روز اول اضافه خواهد کرد و بنابراین این کاهش مالیات 2000 دلاری دونالد ترامپ رو حذف خواهند کرد. به کارنامه ما نگاه کنید. شما خودتون بارها گفتید، مکرر گفتید که فرکینگ رو ممنوع خواهید کرد. شما سپانسر و یکی از امضا کننده های این طرح نوین سبز بودید و حالا دارید نظرتون حرفتون عوض میکنید. همونطور که USA Today هم گفته این ورژن نسخه متفاوت ایشون در اصل همون نسخه الکساندریا اوکازیو کورتز از فرق زیادی نداره و اینها میخوان آمریکا رو دوباره برگردونن به توافق پاریس. مردم آمریکا همواره براشون محیط زیستشون مهم بوده و همواره چنین خواهد بود. ما میخوایم که کم کنیم و کم کردیم کربن تصاعدی ما رو، در کربن متصاعد شده ما در فضا رو. اما کاری که اینها میکنن با این طرح نوین سبز، با اون پولی که هزینه که برای بیزنس ها ایجاد میکنه، جو بایدن میخواد که بیاد هزاران ساختمان آمریکایی رو دوباره به قول خودش مناسب کنه برای این قضیه. میدونه چه هزینه‌ای داره، چه باری داره برای شغل‌ها. میدونین در ارتباط با بحث شغل، بیاین راجع به شغل صحبت بکنیم. آقای معاون رئیس جمهور قبلا اون چه که فکر میکرد دستاوردش هست، راجع به جنگ تجاری رئیس جمهور با چین صحبت کرد. پرزیدنت در این جنگ باخت، بازنده بود. اتفاقی که افتاد به خاطر به اصطلاح یک جنگ تجاری با چین، آمریکا 3000 شغل تولیدی را از دست داد. زارعان دچار ورشکستگی شدن به خاطر این جنگ تجاری. ما دچار یک رکود در تولید هستیم به خاطر این جنگ تجاری. وقتی شما نگاه بکنید به فعالیت و کارنامه این دولت، برآورد شده که در پایان این 4 سال فعالیت این دولت بیش از هر رئیس جمهوری در تاریخ این کشور اینها شغل از دست دادند. مردم آمریکا میدونن من چی دارم میگم. شما میدونید، 20 ساله ها خوب میدونن، بین 20 تا 30 ساله ها کسایی که از دانشگاه، از دبیرستان اومدن، فارغ التحصیل شدن، همشون نگرانن که آیا شغلی برای من هست. دارن فکر میکنن که من چه جوری بتونم این ماه به پایان برسه، بتونم اجاره بدم. نصف آمریکایی هایی که مستأجر هستن نگرانن که نمیتونن پول اجارهشون رو بدن. این وضعیت امروز آمریکاست و این به خاطر این فاجعه، به خاطر این ناکامی های این دولته. ممنونم سر رئیس. آقای پنس 15 ثانیه بهتون وقت میدم جواب بدید. بله خیلی مایلم که جواب بدم. ما جنگ تجاری رو با چین باختیم. جو بایدن اصلا همچین جنگی رو واردش نشد. جو بایدن طرفدار چین بود، برای چینی‌ها هورا می‌کشید در تمام این سال‌های اخیر. باز بگم سناتور هریس، شما حق دارید که عقیده خودتون داشته باشین ولی واقعیت‌ها نمیتونن مال شما باشن. جو بایدن 200,000 شغل تولیدی رو به چین باخت و پرزیدنت اوباما گفت این شغل‌ها هرگز باز نخواهند گشت و ما در 2 سال اول دولتمون اینها رو برگردوندیم. انرژی آمریکا رو آزاد کردیم. این دولت 500,000 شغل تولیدی ایجاد کرده و این دقیقا همون رشدی که ما خواهیم دید در 4 سال آینده بعد از این همه‌گیری. و در حالی که شما با این طرح به اصطلاح نوین سبزتون شغل‌های ما رو نابود می‌کنید، اقتصاد ما رو نابود می‌کنید. من فقط یه چیزی باید سریع بگم. اجازه بدین من چیزی بگم. مرسی.
جو بایدن ناجی صنعت خودروسازی آمریکا بود. شما علیهش رأی دادین. پس اجازه بدین که واقعیت ها رو بگیم. متشکرم. اتفاقا میخوام در مورد چین صحبت کنم. بحث بعدی ما هیچ روابط خارجی پیچیده تری نداریم غیر از اون چیزی که با چین داریم. مسائل کشاورزی ما و همینطور در مورد بحث در مورد کره شمالی اونها همکار ما هستن و بعد از اون وقتی میرسیم به ویروس کرونا آقای ترامپ میگن که چین هزینه این رو پرداخت میکنه. این رابطه اساسی ما با چین رو شما چطور تعریف میکنید؟ اونا دشمن ما هستن؟ همکار ما هستن؟ مرسی سوزن. قبل از اینکه به این سوال جواب بدم باز راجع به سابقه رأی دادن خودم بگم. همه میدونن که پیمان نفتا واقعا هزاران کارخانه آمریکایی رو نابود کرد و شغل‌ها رفتن به جنوب مرز و با مکزیک و پرزیدنت ترامپ جنگید و جنگید تا نفتا رو دوباره دربارش مذاکره کنه و بعد مردم آمریکا این حق رو دارن که بدونن. سناتور کامالا هریس یکی از 10 عضو، یکی از تنها 10 عضو سنا هست که علیه این قضیه رأی دادن، در حالی که این یک پیروزی بزرگ بود برای تولید کنندگان خودرو در آمریکا، برای کشاورزان آمریکا. و سناتور هریس شما میگید که ما به اندازه کافی در مورد تغییرات اقلیمی کار نکردیم. شما اومدین یک دستورالعمل افراطی رادیکال رو در مورد انرژی ها و تغییرات اقلیمی ارائه میکنید که بسیار مضر خواهد برای صنایع ما. سیاست شما حتی لیبرال تر از برنی ساندرز و هر کس دیگری است که در سنای آمریکا امروز نشسته. اما در ارتباط با چین، سوزان، قبل از هر چیز چین رو باید سرزنش کنیم برای ویروس کرونا و پرزیدنت ترامپ در این باره راضی نیست و خیلی روشن این رو گفته و در گذشته هم گفته. چین و سازمان بهداشت جهانی با مردم آمریکا صادق نبودند، اجازه ندادند که افراد ما برن به خاک چین و در این زمینه تحقیق کنند. خوشبختانه پرزیدنت ترامپ در ارتباطش با چین از همون ابتدای دولتش جلوی چینی‌ها ایستاد و اجازه نداد که دیگه چینی‌ها بعد از دهه‌ها که داشتن از آمریکایی‌ها سوء استفاده می‌کردند و جو بایدن که داشت اونا رو تشویق می‌کرد و براشون هورا می‌کشید، از همون ژانویه همه سفرها از چین رو متوقف کرد به آمریکا. و باز مردم ایران آمریکا باید بدونند که جو بایدن انتقاد کرد و مخالفت کرد با تصمیم پرزیدنت ترامپ، گفت این تصمیم هیستریکه، گفت این تصمیم خارجی حراسیه. ممنونم آقای پنس. و پرزیدنت ترامپ همچنان قوی خواهد ایستاد جلوی چینی‌ها. ما می‌خوایم روابطمون با چین رو بهتر کنیم، اما باید منصفانه باشه و می‌خوایم چین رو پاسخگو کنیم برای کاری که کردن با آمریکا. سنتایس، می‌خوام همین سوال رو ازتون بپرسم. شما رابطه اساسی ما با چین رو چطور تعریف می‌کنید؟ آیا ما رقیب هستیم؟ دشمن هستیم؟ سوزن، برخورد و نگاه دولت ترامپ به چین باعث شده خیلی آمریکایی‌ها جونشون را از دست بدن، شغلشون را از دست بدن و وجهشون را از دست بدن. پرزیدنت ترامپ یک درگیری بیمارگونه ذهنی با تمام اون دستاوردهایی داره و یه درگیری ذهنی برای از بین بردن تمام دستاوردهای دولت قبلی اوباما داره. به عنوان مثال، میدونین یه دفتری در کاخ سفید درست کردن که مسئول این دفتر مسئول رسیدگی به آمریکا و ویروس ها بود. اونا این دفتر رو لغو کردن. ما یه گروه کارشناس داشتیم که پرزیدنت اوباما و معاونش آقای چاینا و معاونش آقای بایدن این رو به چین اعزام کردن برای تبادل نظر راجبه که اگه یک پاندمیک اتفاق بیفته چیکار بکنن. اینها این تیم رو از چین آوردند. حالا ما الان 210,000 آمریکایی داریم که جونشون رو از دست دادن. بیایم وضعیت شغلی نگاه بکنیم. جنگ تجاری، این جنگ تجاری که خودشون دوست دارن بگن با چین دارن، این جنگ تجاری باعث از دست رفتن 300,000 شغل تولیدی و رکود در صنعت تولیدی شد. مصرف کننده آمریکایی هزاران دلار بیشتر بابت کالاها پرداخت کرد به خاطر شکستشون در این جنگ تجاری. وجهه آمریکایی ها، یک شرکت بسیار معتبر آمریکایی یک تحلیل، یک بررسی انجام داده و طبق این بررسی رهبران تمام کشورهایی که سابقا متحد بودند
الان دیگه ما رو با اون نگاه نمیبینند. خیلی از اونها الان رهبران کشورهای متحد ما رو بیشتر برایشون احترام قائلن تا برای رهبران ما. برای رهبر چین بیشتر احترام قائلن تا برای دونالد ترامپ. این وضعیت امروز ماست به خاطر ناکامی رهبری و مدیریت در این دولت. سناتور هریس، ما تغییراتی در نقش ایالات متحده در زمینه رهبری جهانیش دیدیم. تعریف شما چه هست؟ مثلا چین رو داریم همونطور که معاون گفتند، ما همراهانمون مثل ناتو رو داریم. تعریف شما از رهبری جهانی آمریکا در سال 2020 چیست؟ ببینید، من همیشه با جو راجب این قضیه خیلی شوخی میکنم همیشه، ولی جو خیلی به خوبی اینو توضیح داد. گفت سیاست خارجی شد به نظر خیلی پیچیده بیاد، اما نهایتاً برمیگرده به روابط آدم ها. ما این رو میدونیم، ما در این حرفه خودمون میدونیم شما وقتی به دوستی قولی میدین باید به قولتون پایبند باشین. شما باید اگه اونها در کنار شما بودن، شما باید حالا در کنار اونها باشن. بعد بدونین دشمنتون کی هستش، حواستون به اون دشمنان باشه. اما کار چیزی که ما الان از طرف دونالد ترامپ دیدیم این بود که پشت کرد به دوستان ما و دیکتاتورهای دنیا رو در آغوش گرفت. مثلا ببین، به عنوان مثال روسیه. من در کمیسیون اطلاعاتی سنای آمریکا فعالیت میکنم. محافل اطلاعاتی آمریکا به ما گفتند که روسیه در سال 2016 دخالت کرده در انتخابات. الان هم داره همین کار رو میکنه. مدیر FBI همین رو گفت. اما دونالد ترامپ، فرمانده کل قوای ایالات متحده آمریکا، ترجیح داد که به حرف ولادیمیر پوتین گوش بکنه تا به حرف رهبران اطلاعاتی در داخل آمریکا. به دوستان ما در ناتو نگاه بکنید، مثلا به برجام نگاه بکنید که دونالد ترامپ پشت به این پیمان کرد و الان ما رو در موقعیتی قرار داد که ما کمتر امنیت داریم، به خاطر اینکه الان ایرانیا دارن دوباره ذخایر احتمالاً هسته‌ای خودشون رو بیشتر میکنن. ما در یک توافق هسته‌ای همراه با متحدانمون با ایران امضامون رو پاش گذاشتیم، اما به خاطر برخورد یک جانبه دونالد ترامپ در سیاست خارجی ما رو از این پیمان خارج کرد و امنیت ما رو کاهش داد. بنابراین در نهایت همه چی برمیگرده به روابط ما با آدم ها. قدرت ما علاوه بر نیروی نظامی ما این هستش که ما به وعده هامون عمل میکنیم. ولی دونالد ترامپ این رو نمیفهمه، چون دونالد ترامپ صداقت رو نمیفهمه. ممنون از شما. شما بخیر. میخواییم پاسخ. متشکرم. پرزیدنت ترامپ قول خودش رو به قول خودش عمل کرد و سفارت ما رو به اورشلیم منتقل کرد، سفارت ما رو در اسرائیل. جو بایدن وقتی معاون رئیس جمهور بود این قول رو داد ولی بهش عمل نکرد. ما قوی در کنار متحدانم ایستادیم، اما توقعات خودمون هم داریم. اعضای ناتو سهم مناسبتر و عادلانه‌تری از تعهدات مالی خودشون رو می‌پردازن به واسطه تلاش پرزیدنت ترامپ. همینطور در مورد اقیانوس آرام ما همچین رفتاری داشتیم در منطقه اقیانوس آرام. وقتی که پرزیدنت ترامپ وارد کاخ سفید شد، داعش بخشی از خاورمیانه رو که به اندازه ایالت پنسیلوانیا بود تسخیر کرده بود و پرزیدنت ترامپ رها کرد نیروهای مسلح ما رو و نیروهای مسلح ما خلافت داعش رو نابود کردن و رئیس اون البغدادی رو کشتن. البغدادی مسئول کشته شدن هزاران شهروند آمریکایی بود، هزاران شهروند بود از جمله شهروندان آمریکایی، و ما امروز به اونها فکر میکنیم و اونها در قلب ما جا دارن. امروز دو تا از قاتلان داعش به آمریکا منتقل شدند. جهادی جان البته در میدان جنگ کشته شد، اما دو نفر دیگر از بیتل‌ها به آمریکا آمدند برای محاکمه. واقعیت اینه که وقتی جو بایدن معاون رئیس جمهور بود چنین فرصت‌هایی داشت. و من قلب من میشکنه وقتی ببینم که وقتی می‌دیدم ارتش ما به چه روزی افتاده، وقتی که ما وارد کاخ سفید شدیم، وقتی دیدیم که یکی از گروگان‌های آمریکایی رو البغدادی بعد از 8 ماه شکنجه و حبس او رو کشت. وقتی نیروهای مسلح ما وارد اونجا شدن، خانواده اون با خانواده کیلا با کلامی که قلب هر کسی رو میشکنه گفتش که اگه پرزیدنت ترامپ رئیس جمهور بود شاید الان زنده می بود.
وقتی که دولت قبل $1 میلیارد به دولت بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان پول منتقل کرد، وقتی که قاسم سلیمانی داشت به بغداد سفر میکرد برای اینکه آمریکایی‌ها رو بکشه، ما رو کشتیم. امروز آمریکایی‌ها امن‌تر هستند و متحدان ما هم امن‌تر هستند. پرزیدنت ترامپ هرگز از اقدام عدول نخواهد کرد. من میخوام یه شانسی به خانم هریس هم بدم، ولی لطفاً اونقدر طولانی صحبت نکنید. ولی اجازه میخوام که وقت کافی داشته باشم. بفهم. اول از همه خطاب به خانواده مولر، من در مورد دخترتون اطلاعات لازم رو دارم. واقعا متاسف هستم. اتفاقی که برای شما افتاد هرگز نباید این اتفاق میافتاد. مطمئنم جو هم مثل من همین حس رو داره. پرزیدنت اوباما هم همین حس رو داره. اما شما راجب سلیمانی حرف زدین. بیا راجب سلیمانی صحبت بکن. بعد از اینکه به سلیمانی، وقتی که سلیمانی رو زدن، متقابلا یه حمله شد به نیروهای ما در عراق. یک حمله متقابل از طرف ایران. نیروهای ما دچار ضربه جدی مغزی شدن به خاطر اون حمله. و میدونید دونالد ترامپ اسمش رو چی گذاشت؟ سردرد. این رویه دونالد ترامپ هست. میدونید چرا میگم رویه است؟ اشاره توصیف او از نیروهای نظامی ما این بوده که اینا حالو هستن، اینا احمق هستن. رفت در گورستان نظامی آمریکایی‌ها در مقابل مزار این قهرمانان گمنام کشور ما ایستاد و گفت باز چی اینا رفتن به جنگن؟ میدونین برای اینکه همیشه فکر میکنه که نفع خودش چیه. بیایم مثلا ببینیم راجع به جان مکین چی گفت. جان مکین یک قهرمان واقعی آمریکایی بود. دونالد ترامپ راجع به اون گفت این نباید اسمشو قهرمان بذارین، برای اینکه اسیر جنگی بود. میدونین این خیلی مهمه، خیلی مهمه. وقتی شما میخواین ببینین که این فرمانده کل قوای ما چه کسی هستش و چه چیزایی براش مهمه، چه چیزایی براش مهم نیست، ما اطلاعات داریم که روسیه الان واسه سر سربازان آمریکایی میدونین پاداش یعنی چی؟ یعنی که بگه من پول میدم اگه شما فلانی رو بکشین. دونالد ترامپ 6 بار با ولادیمیر پوتین صحبت کرد و هرگز راجع به این موضوع پاداش گذاشتن رو سر سربازان که حرف نزد. جو بایدن این کارو نمیکنه. جو بایدن از روسیه خواهد خواست که پاسخگو باشه به خاطر هر خطری که متوجه امنیت کشور ما و نیروهای نظامی ما بکنه که دارن فداکاری میکنن برای اینکه ما بتونیم زنده بمونیم برای برقراری دموکراسی ما. خیلی موضوع مهمیه، ولی موضوعات مهم دیگه ای داریم. میخوام من واقعا باید اینجا جواب بدم. 15 ثانیه واقعا من بیشتر از 15 ثانیه لازم دارم. شما وقت بیشتری رو مصرف. این اتهام به پرزیدنت ترامپ، این تهمت ها در ارتباط به مردان و زنان ما در نیروهای نظامی واقعا غیر قابل قبوله. پسر من در نیروهای تفنگداران دریایی ایالات متحده است، همینطور داماد من. من میتونم به شما اطمینان بدم که فرزندان ما در نیروهای نظامی ما، پرزیدنت ترامپ نه تنها به اونها احترام میگذاره بلکه اونها رو ستایش میکنه و اونها رو پرستش میکنه. مردم آمریکا استحقاق این رو دارن که بدونن. سوزان، مردم آمریکا استحقاق این رو دارن که بدونن. جو بایدن، شما ستادهای انتخاباتی شما به قوانینی که بهشون دادیم موافقت کردن. من باید اونها رو جلو ببرم و اون اینه که از یک شرایط، از یک موضوع به موضوع بعدی بریم و یه وقت کافی به هر دوتون داده شده بریم سراغ مسئله بعدی. مهم، مسئله بسیار مهمیه، مسئله دیوان عالی است. روز دوشنبه در مورد نامزد شدن ایمی کونی برت دادگاه فدرال جلسه ای تشکیل خواهد داد. چقدر فکر میکنید این که یک اکثریت مطلقی خواهند داشت در این دادگاه، فکر میکنید مسئله سخت جنین چقدر پیش خواهد رفت؟ شما فرماندار قبلی ایندیانا هستید، اگر این طرح برگرده شما میخواهید ایندیانا چیکار کنه؟ آیا
میخواید که ایالت شما همه مسائل سخت جنین رو برگرده؟ میخوام یه مقدار از وقتم رو صرف جواب دادن به اون مسئله قبلی بکنم. مردم آمریکا استحقاق اینو دارن که بدونن قاسم سلیمانی ژنرال ایرانی مسئول کشته شدن صدها سرباز آمریکایی بود. وقتی که فرصتش رو داشتیم، وقتی داشت میرفت به سمت بغداد که آمریکایی بیشتری رو بکشه، پرزیدنت ترامپ تردید نکرد و قاسم سلیمانی الان دیگه مرده. و شما این استحقاق دارین که بدونین که جو بایدن و کمالا هریس این تصمیم رو ازش انتقاد کردن، از کشتن سلیمانی، و واقعا قابل توضیح نیست. اما در ارتباط با جو بایدن، تاریخ نشون میده که جو بایدن حتی مخالف حمله به جو بایدن، حمله به اسامه بن لادن و کشتن اون بود. این واقعا حیاتیه که شما یک فرمانده کل قوا وقتی دارین تردید نداشته باشه در حمایت از زندگی و حفظ جان آمریکایی‌ها، اونطور که پرزیدنت ترامپ کرده. اما در ارتباط با دادگاه عالی آمریکا، پرزیدنت ترامپ بسیار بسیار مشعوف از اینکه این فرصت رو داره که این قاضی امی کوهن بارت رو معرفی کنه. او یک زن فوق‌العاده است. او یک عمر تجربه خودش رو به دادگاه عالی ایالات متحده خواهد آورد و امیدواری ما اینه که در هفته دیگه، برخلاف اون رفتاری که با قاضی کوانا کردید شما دور قبل، یک شنود و یک گفتگوی منصفانه رو داشته باشیم در سنا و اون حمله هایی رو که به او شده به خاطر مسیحی بودن او. دموکرات ها، رئیس دموکرات این کمیسیون، این کمیته، وقتی تایید شد که جاج بارت به عنوان نامزد معرفی شده برای دادگاه فرجام، او رو گفت که او یک برخورد دوگماتیک داره و یک شخص دوگم هست به واسطه ایمان و اعتقاد خودش. شما میدونید که شخصا حمله کردید به یکی از این نامزدهای ما به خاطر اینکه کاتولیک بود و شما. من امیدواری من اینه که این شنود در جلسه شنود در سنا انجام بشه و احترام گذاشته بشه به خانم بارت و رأی داده بشه که او بره به دادگاه اساسی، دادگاه قانون اساسی. شما دادستان بخش مختلف، بذارید یه سوال متفاوتی از شما بپرسم. اگر قانون سخت جنین برگرده، میخواید کالیفرنیا چیکار کنه؟ آیا میخواید که اونها دسترسی داشته باشن به سخت جنین همچنان؟ دو دقیقه وقت. مرسی سوزن. اول از همه، من و جو بایدن هیچ مشکلی با ایمان و اعتقادات مردم نداریم. این خیلی توهین‌آمیز هستش که ما بخوایم به کسی حمله بکنیم به خاطر اعتقادات مذهبیش. اتفاقا جو بایدن اگر انتخاب بشه، دومی رئیس جمهور کاتولیک در تاریخ آمریکا خواهد بود. در ارتباط با بحث معرفی این قاضی برای دیوان عالی کشور، من و جو بایدن خیلی روشن گفتیم 27 روز باقی مونده به اون روز تعیین کننده که رئیس جمهور آمریکا برگزیده میشه. میدونین ما تا الان صحبت میکنیم راجع به این که این کارزار انتخاباتی چی هست، کی میاد. ما الان وسط این کارزار هستیم. 4 میلیون نفر الان پیشاپیش رأی دادن، همین الان عده‌ای دارن رأی میدن. جو بایدن خیلی روشن گفته، مردم آمریکا هم به روشنی این رو میخوان، بذارین مردم آمریکا انتخاب بکنن رئیس جمهورشون کیه، بعد ما تعیین خواهیم کرد که قاضی دیوان عالی چه کسی باشه. اون بحثی که شما راجع به سخت جنین گفتین، بله، من همیشه میجنگم برای آزادی زن که بتونه رو بدن خودش کنترل داشته باشه. این تصمیمی نیست که مایک پنس و دونالد ترامپ بخوام برای زنها بگیرن. ببینین دیگه چرا بحث دیوان عالی مهم هست و اینکه قاضی چه کسی باشه، بحث بیمه درمانی است. ببینیم ما وسط فراگیری ویروس کرونا که 210,000 آمریکایی به خاطر کشته شدن و 7 میلیون نفر مبتلا هستند به کرونا و در آینده این رو به عنوان بیماری پیش زمینه ای برشون ثبت میشه، دونالد ترامپ میخواد بیمه درمانی رو لغو بکنه. من اینو قبلا گفتم و باید هم بگم، کاری که دونالد ترامپ میخواد بکنه اینه که دیگه مردم آمریکا هیچ حفاظتی، اونهایی که دچار بیماری پیش‌زمینه هستن، نخواهند داشت. یعنی بیش از 20 میلیون نفر پوشش بیمه عمومی خودشون را از در خواهند داد. یعنی اگه شما زیر 26 سال باشین، نمیتونین روی بیمه درمانی پدر مادرتون پوشش داشته باشین. اینا میخوان بیمه درمانی عمومی رو لغو بکنن، ولی جو بایدن میگه اتفاقا بیاین این دیمه رو فراگیر بکنیم، بیاین که شهریه‌شو بیاریم پایین و
این رهبری اسم واقعیش اینه، به این میگن رهبری. ممنونم. شما آقای پنس پیشتر گفتید که آقای رئیس جمهور خیلی معتقد هست که کسانی که بیماری زمینه‌ای و از قبل داشتن اون قانون برداشته نشه در موردشون. شما گفته شده که طرح بیمه درمانی رو میخواید بردارید، اما آقای ترامپ میگه که افرادی رو که بیماری‌های قبلی دارن اونها رو حمایت میکنه، ولی نمیگه که چطور این کار رو میخواه بکنه. یه مسئله خیلی مهمیه وقتی که اون قانون داشت تایید میشد. چطور دولت از کسانی که بیماری های قبلی دارند حمایت میکنه اگر این طرح برداشته بشه؟ متشکرم سوزان. اول بذارین بگم که سوال اولتون رو بذارین جواب بدم. من واقعا خیلی افتخار میکنم که معاون رئیس جمهور در دولتی هستم که احترام میگذاره به قداست زندگی انسانی، و این یکی دیگر از اون مواردی است که اختلاف بسیار زیادی بین دو طرف هست. جو بایدن و کامالا هریس طرفدار سخت جنین هستند با پول مالیات دهنده تا لحظه قبل از تولد فرزندان کودکان. من فکر نمی کنم که صرف نظر از این که قاضی برد در این باره رأی بده یا نه، ما در این باره قوی خواهیم ایستاد. مردم آمریکا استحقاق یک پاسخ رو دارن. آیا شما و جو بایدن در صورت قبول شدن انتخاب شدن قاضی برد اومد خواهید تعداد قاضی های دیوان عالی رو افزایش خواهید داد؟ در تمام موارد گذشته که 29 مورد بوده، رئیس جمهورها وقتی فرصتی داشتن یک نفر رو معرفی کردن برای دیوان عالی. اما حالا بعضی اعضای حزب شما میخوان بگن که اگر این بار قاضی برد انتخاب شد، شما برای جبران کردن اون قضیه میخواین قوانین رو عوض کنین و بیاین تعداد قضات دیوان عالی رو اضافه کنین. این سوال رو ما هفته پیش از جو بایدن پرسیدیم و او سرپیچی کرد از اینکه جواب بده. بنابراین مردم آمریکا میخوان بدونن اگر قاضی برد وارد دیوان عالی بشه، شما و جو بایدن اگر یه جوری انتخابات رو ببرید، آیا تلاش خواهید کرد که او رو خنثا کنید با افزودن شماره تعداد قضات این دیوان؟ مرسی از درس تاریخی که دادین. من مرسی از درس تاریخی جواب بدید. در سال 1864 من دارم حرف میزنم. ببینید من دارم حرف میزنم. در سال 1864 یکی از قهرمانان سیاسی کشور به اسم ابراهام لینکلن که شما با آشنا هستین، رئیس جمهور کشور، قرار بود که وارد دومین دور خودش بشه. 27 روز قبل از روز رأی‌گیری یک کرسی در دیوان عالی کشور خالی شد. حزب ابراهام لینکلن نه فقط قوه مجریه رو در اختیار داشت، بلکه سنای آمریکا رو هم در اختیار داشت. اما او چه گفت؟ گفت که این کار درستی نیست. گفت که مردم آمریکا حق دارن که اول رئیس جمهورشون رو انتخاب بکنن و بعد اون آدم میتونه تصمیم بگیره که چه کسی میتونه تا آخر عمرش رو اون کرسی خالی دیوان عالی بشینه. بنابراین من و جو بایدن به روشنی گفتیم مردم آمریکا هستن که الان دارن رأی میدن و اونها هستن که میتونن تصمیم بگیرن که در نهایت چه کسی بر روی چنین کرسی مهمی خواهد نشست. سوزان، مردم الان دارن رأی میدن و اونها میخوان بدونن، مردم که الان دارن رأی میدن، که آیا تو و جو بایدن تلاش خواهید کرد که تعداد قضات دیوان عالی رو افزایش بدین اگر ایمی کونی برت قاضی بشه؟ خیلی خوب، بزنین راجب پر کردن کرسی حرف بزنیم. بیاین راجب پر کردن. اگه هنوز تصمیم نگرفتین پاسخاتون چیه؟ آیا شما شمار قضات دیوان عالی رو افزایش خواهید داد؟ مردم این کشور میخوان بدونن که شما آیا احترام میگذارید به دیوان عالی و تفکیک قوا یا خیر؟ اگر که شما انتخاب بشین، همچنان به تفکیک قوا وفادار خواهید بود اگر انتخاب بشین؟ بزنید راجع به پر کردن کرسی های دیوان عالی حرف بزنید. خواهش میکنم. من میخوام حرف بزنم. بزنم دیگه. این دولت ترامپ پنس، میدونین چون من توی کمیسیون قضایی سنای آمریکا میشینم و شاهد این انتصاب هایی بودم که در دادگاه های مختلف آمریکا شده. آدم هایی که کاملا برخورد ایدئولوژیک دارن، کسایی که تمام محافل حقوقی، تمام مراجع حقوقی میگن اینها آدم های با کفایتی نیستند. میدونستین از بین 50 نفری که دونالد ترامپ منصوب کرد به دادگاه تجدید نظرهای ایالتی، حتی یک
قاضی سیاه پوست ما نداشتیم. شما میخواین راجع به پر کردن کرسی های دیوان عالی حرف بزنین، اینو در نظر بگیرین، چرا اینو نمیگید؟ ممنونم سناتور. بریم. میخوام فقط بدونم که ایشون، همه بدونین که ایشون جواب نداد به سوال من. مردم آمریکا نمیدونن که آقای جو بایدن میخواد به این سوال جواب بده یا نه. بریم سراغ مسئله عدالت نژادی. در ماه مارچ یک پلیس آمریکایی یک زن رو کشت. پلیس گفت که اونها گفته بودن که پلیس هستن. دوست پسر تیلر گفت اونها این کارو نکردن. تفنگی که استفاده شده در نهایت مشخص شد که یک نیروی پلیس زخمی شده. نیروی پلیس گفته که دفاع کرده از خودش. خانم هریس، در زمینه پرونده ریانا تیلر فکر میکنید عدالت اجرا شد؟ دو دقیقه. فکر نمیکنم. نه من با مادر ریانا صحبت کردم، با خانواده‌اش صحبت کردم و خانواده‌شون سزاوار عدالت هستن. یک زن بسیار فوق‌العاده‌ای بود. هدفش در زندگی این بود که پرستار بشه. دوست داشت که بره تو خیابون‌ها ببینه که وضعیت مردم چی هستش، بتونه کمک بکنه از مردم، ولی حالا از بین ما رفته به شکل خیلی خشن و دلخراشی از دست رفت. و این میدونین، این واقعا اون 8 دقیقه و 46 ثانیه‌ای که مردم آمریکا شاهد بودن چگونه یک شهروند آمریکایی زیر زانوی یک پلیس مسلح جان داد. مردم ما در سراسر کشور، از هر نژادی که هستند، از هر سنی که هستند، مرد و زن، غریبه ها، دوشادوش یکدیگر، دست در دست هم به خیابان ها آمدند، جنگیدند. اونها هدفشون این بود که ما بتونیم به عدالت برسیم. من جزو اون کسانی بودم که در این اعتراض های مسالمت آمیز ده ها سال پیش شرکت کردم که ما بتونیم به این حقوق و حق و حقوق برسیم. من هرگز خشونت رو تایید نمی کنم، اما ما همیشه باید بجنگیم برای ارزش هایی که برای ما ارزشمند هستند، برای رسیدن به آرمان های مورد نظرمون. من و جو بایدن بارها گفتیم، میدونید ما داستان عمومی هستیم. پلیس بد، پلیس بد، پلیس خوب، پلیس خوبه. ما باید پلیسمون رو اصلاحات بکنیم. سیستم قضایی ما هم نیازمند اصلاحات است. برای همین هستش که من و جو بایدن میخوایم اصلاحاتی رو بکنیم که اگه انجام میشد الان جورج فلوید نمیمرد. باید مجازات هایی باشه برای پلیس هایی که قانون رو میشکنن. در زمینه اصلاحات سیستم قضایی ما زندان های خصوصی رو لغو میکنیم، استفاده از ماریوانا رو آزاد میکنیم. ممنونم سرات. و کارنامه جزایی اونهایی رو که تو زندان هستن به خاطر مصرف ماریوان اون رو لغو میکنیم. و در زمینه کسایی که به خاطر همین سوال از شما میخوام بپرسم، در مورد ریانا تیلر فکر میکنید عدالت انجام شده؟ دو دقیقه وقت دارید. طبیعتا قلب ما میشکنه برای جان دادن هر انسانی، و هر جان انسانی و ریانا تیلر هم استثنا نیست. اما من به سیستم قضایی ما اعتماد دارم. یک هیئت منصفه این رأی داده و واقعا قابل توجهه که ما اینجا یک دادستان سابق رو داریم که دیده که یک هیئت منصفه اومده و رأی داده. و خب حالا شما اینو میگید، حق شماست که هر عقیده‌ای میخواید داشته باشید. اما در ارتباط با جورج فلوید هیچ توجیه برای اتفاقی که برای افتاد نبوده و البته عدالت اجرا خواهد شد. اما همچنان توجیه هم برای شورش کردن و غارت کردن در خیابان‌های ما که در پی اون اتفاق افتاد نیست. امروز ما در سالت لیک سیتی هستیم. همین چند هفته پیش من جلوی یک جایی ایستادم که سالن آرایشگری یکی از شهروندان بود که آتش گرفته بود، نابود شده بود به دست همین غارتگرا و شورشی‌ها، و او حالا باید دوباره این رو از نو بسازه. و این پیش‌فرض که هی میشنوید از جانب جو بایدن و کامالا هریس که آمریکا یک کشوری که به صورت سیستمیک نژادپرسته. وقتی جو بایدن گفتش که او معتقده که نیروهای انتظامی ما
به صورت تلویحی دست دارن در و شریک هستن در پیشداوری نسبت به اقلیت‌ها. این واقعا یک توهین بزرگه به مردان و زنان ما که در نیروهای انتظامی و در یونیفرم خدمت می‌کنن. من می‌خوام که همه شما بدونید که پرزیدنت ترامپ و من در کنار شما ایستادیم و واقعا شاهد توجهه که سناتور هریس وقتی ما تلاش کردیم یک قانونی رو در حمایت از نیروهای پلیس فراجناحی ایجاد کنیم، شما از اتاق رفتید بیرون و بعد سعی کردید با فیلیباستر با اطاله کلام مانع از تصویب این بشید. ما نباید انتخابی داشته باشیم بین حمایت از نیروهای پلیس از یک طرف و حمایت از آمریکایی‌های سیاه‌پوست از یک طرف دیگه. این دوتا با هم دیگه منافاتی ندارند و تحت ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ ما همواره در کنار نظم و قانون خواهیم بود و همچنین حمایت خواهیم کرد از شهروندان سیاه‌پوست ما که تحت دولت ترامپ کمترین میزان بیکاری رو داشتن. من دوست دارم جواب بدم. من اجازه نمیدم که ایشون بشینن اینجا، بخوام به من درس اخلاق بدن، به من راه یاد بدن که چجوری باید نیروی انتظامی رو در این کشور مدیریت بکنم. من در همه زمینهای پرونده‌های مختلف دادستان بودم، از قتل و جنایت گرفته تا سوء استفاده از کودکان. من کسی بودم که در پرونده‌های بانک‌هایی که سوء استفاده کردن صاحبان خونه‌ها فعال بودم. من شرکت های داروسازی رو به دادگاه کشیدن که سوء استفاده کردن از سربازان کهنه‌کار ما. واقعیت این هستش که ما راجع به انتخاباتی داریم صحبت میکنیم، 27 روز دیگه، در انتخاباتی که درست یه هفته قبلش رئیس جمهور این کشور جلوی 27 میلیون آمریکایی حاضر نشد نژادپرستی رو محکوم کنه. میدونید این نبود که این فرصت رو نداشت که این کارو نکنه، نخواست این کارو بکنه و بعد تازه طلبکارم شد. وقتی هم ازش هی پرسیدن گفت خیلی خوب نژاد پرستا حالا آماده باشن برن کنار بایستن و آماده باشن. این یک رویه است، این یک رویه است از طرف دونالد ترامپ. به مکزیکیا گفت نژاد پرست و مجرم. این به عنوان اولین کاری که وقتی رئیس جمهور کرد جلوی سفر مسلمان ها به کشور رو گرفت، اون دستوری که در مورد شهر چارلستون داد، در مورد کسایی که به صورت مسالمت آمیز داشتن اعتراض میکردن، در اعتراض به کشته شدن یک زن. از اون ور ما یک سری نئونازی رو داشتیم که داشتن شعارهای توهین‌آمیز نفرت انگیز میدادن، شعارهای ضد یهودی، شعارهای نژاد پرستی. وقتی از دونالد ترامپ پرسیدن که نظر راجع به اینا چیه، گفت در هر دو طرف ما آدمای خوب داریم. این رئیس جمهوریه که ما داریم، مردم آمریکا، این رئیس جمهوریه که شما دارین. جو بایدن رئیس جمهوری هستش که این کشور رو متهم میکنه و درک میکنه زیبایی و تکثر این کشور رو. میفهمی که ما چقدر بیشتر بچه مشترک داریم تا اونسی که بین ما اختلاف میندازه. یک دقیقه به شما وقت دادم. مرسی سوزان. ممنونم. خیلی ممنونم. فکر کنم این یکی از چیزهایی که باعث میشه که مردم اینقدر از رسانه متنفر باشن. برای اینکه به صورت گزینشی میان ادیت میکنن، تدوین میکنن اخبار رو، در حالی که در سمت دیگه سناتور هریس بعد از اینکه مردم در اون مورد گفتن در هر دو طرف افراد خوبی هستن، بعد اومد کوکلوس کلان ها و نئونازی ها رو محکوم کرد و بارها این کارو کرده. پرزیدنت ترامپ نوه های یهودی داره، دامادش یهودیه. این رئیس جمهوریه که احترام میذاره به همه مردم آمریکا. اما شما درباره سابقه دادستانیتون صحبت میکنید، من امیدوارم که در این باره صحبت کنید. من واقعا باید این نکته رو روشن کنم. وقتی که شما دادستان منطقه بودید در سان فرانسیسکو و از وظیفه و دوره کارتون تموم شد، احتمال اینکه یک آمریکایی سیاه‌پوست بیاد محاکمه بشه 19 بار بیشتر از دیگر شهروندا بود. به صورت غیر متناسب در ایالت کالیفرنیای شما شمار زندانی شدن نسبت زندانی شدن سیاه‌پوستا بسیار بسیار بیشتر شد و شما هیچ کاری در این باره نکردید. واقعیت اینه که واقعا کارنامه شما خودش برای خودش روشنه. در حالی که پرزیدنت ترامپ اومده سیستم جنایی ما رو اصلاح کرده و فرصت‌های ایجاد کرده برای آمریکایی‌های سیاه‌پوست در تمام زمینه‌ها، مسئله مهمتری نداریم غیر از این مسئله آخری که باید صحبت بکنیم و مسئله ولی اجازه بدین این به کارنامه من حمله کرد. دوست دارم که بتونم جواب بدم. 30 ثانیه به شما وقت میدم چون وقتم خیلی خوب. مرسی. بزن جواب بدم. اول از همه
من به عنوان دادستان عمومی ایالت کالیفرنیا در زمانی که انجام وظیفه می کردم نمونه کاری هستش که این ملت باید انجام بده و ما در دوران ریاست جمهوری جو بایدن این کار رو خواهیم کرد. طرح ما اون چیزی است که این دولت نتونست انجام بده. طرح ما این هستش که نه فقط اجازه بدین من حرفمو بزنم. مسائلی که قبلا شما گفتید من میخوام راجع به انتخابات هم صحبت کنم، ولی من میخوام با ارتباط کارنامه من و فعالیت‌های آینده دولت جو بایدن صحبت بکنم. من اولین دادستانی بودم که گفتم تمام ماموران انتظامی و امنیتی باید یه دوربین داشته باشن تا عملکردشون زیر ذره بین باشه، برای اینکه جو بایدن و من اینو فهمیدیم که بله تبعیض‌ها وجود دارن. کاری که ما کردیم بود که اصلاحاتی رو به مورد اجرا گذاشتیم، این بود که اجازه بده به گروه‌هایی که اقلیتی که دچار تبعیض هستن بتونن وارد مؤسساتی بشن که میخوان. من لازم نیستش که آقای معاون رئیس جمهور به من درس بخواد بده، توضیح بده که ما در زمینه نیرو انتظامی و حفاظت از جان مردم و اصلاح سیستم قضایی چیکار کردیم و چیکار نکردیم. ممنونم سناتور هریس. میخوام به این سوال شما جواب بدید. مسئله آخر ما مسئله انتخابات. آقای ترامپ بارها ازش خواستن که انتقال مسالمت آمیز قدرت رو قبول بکنه اما نکرده. اگر شما ببرید و او حاضر نشه که این انتقال مسالمت‌آمیز رو انجام بده، شما و آقای بایدن چه خواهید کرد؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 2 دقیقه. من و جو مخصوصاً افتخار میکنیم به این ائتلافی تونیم که به دور این کارزار تبلیغاتی و انتخاباتیمون ایجاد کردیم. ما حمایت دموکرات‌های زیادی رو داریم، حمایت مستقل‌های زیادی داریم، حتی حمایت جمهوری خواهان مختلف رو داریم. 7 نفر از اعضای هیئت دولت جورج بوش دارن از ما حمایت میکنن، کولین پاول داره از ما حمایت میکنه، سیندی مککین، جان کیسیک، بیش از 500 افسر بازنشسته و مشاور و کارشناسان امنیت ملی دارن از کارزار انتخاباتی ما حمایت میکنن. چرا این کار رو میکنن؟ برای اینکه اونها میدونن جو بایدن عمیقا تعهد داره به جنگیدن برای دموکراسی ما، برای جنگیدن برای سلامت دموکراسی ما و بازگرداندن این سلامت و کرامت به کاخ سفید. ما به مردم آمریکا اعتقاد داریم، ما به دموکراسی اعتقاد داریم و من دوستان به همه اینو بگم، پیام من روشنه. رای بدین. فکر کنین چجوری میخواین رای بدین. بریم به جو بایدن، تو سایت joebiden.com رای بدین، تو سایت من رای بدین. ما در 27 روز آینده این قدرت رو داریم که تصمیم بگیریم که چگونه در 4 سال آینده مسیر کشورمون رو تعیین کنیم. این قدرت در ما هست. اگه ما از این حق رأیمون، از این صدایی که داریم استفاده بکنیم، ما برنده خواهیم شد و هرگز اجازه نخواهیم داد کسی دموکراسی ما رو زیر سوال ببره. کاری که دونالد ترامپ مرتب داره انجام میده، هفته پیش در جریان مناظرات در مقابل 70 میلیون نفر انجام داد، عملاً به روشنی سعی کرد نتیجه رأی مردم رو زیر سوال ببره. برای اینکه دونالد ترامپ میدونه نمیتونه برنده بشه، ولی همونجا جو بایدن در مقابل همون مردم گفت برین رأی بدین و منم الان حرفون رو تکرار میکنم، برید رأی بدین. آقای پنس، آقای ترامپ بارها وقتی ازش خواستن که بس انتقال مسالمت‌آمیز قدرت رو قبول بکنه قبول نکرده. اگر آقای بایدن ببرند و شما قبول نکنید، نقش شما به عنوان معاون چه خواهد بود؟ شخصا چه کاری انجام خواهید داد؟ 2 دقیقه وقت. سوزان، قبل از هر چیز من فکر می‌کنم که ما برنده این انتخابات خواهیم شد، چون اگرچه در حال حاضر جو بایدن و کامالا هریس به ظاهر جلو هستند، پرزیدنت ترامپ و دولت او در این چند سال اخیر خدمات بی‌شائبه‌ای به مردم آمریکا کردن و من واقعا اطمینان خاطر دارم که مردم آمریکا همونطور که در سال 2016 به او اعتماد کردن، وقتی که به کارنامه او نگاه کنن، چطور اقتصاد ما رو، چطور ارتش ما رو دوباره بازسازی کرده، چطور اقتصاد ما رو احیا کرده، چطور انرژی ما رو آزاد کرده، در هر زمینه‌ای وقتی به کارنامه او رو نگاه می‌کنن و وقتی ببینن که ما چطور در کنار مردان و زنان نیروهای مسلحمون ایستادیم،
در نهایت جنبش مردم آمریکا در این 4 سال اخیر فقط و فقط قوی تر شده. وقتی که درباره نتیجه انتخابات پیش رو صحبت می‌کنیم، باید به شما بگم که سناتور هریس، حزب شما در 3 سال و نیم اخیر تمام تلاشش این بوده که نتیجه انتخابات قبلی رو باطل کنه و برگردونه. رئیس جمهور آمریکا FBI روی او درباره او جاسوسی کرد، درباره کمپین او. اطلاعاتی که همین هفته فاش شده نشون میده که CIA اطلاعاتی رو در اختیار FBI گذاشت که حاوی اتهامی بود که هیلاری کلینتون سرهم کرده بود برای اینکه کمپین دونالد ترامپ رو لجنمال کنه. سه سال طول کشید تا اینکه آخرش فهمیدید که هیچ پرونده‌ای، هیچ شواهد ادله‌ای در ارتباط با دخالت روسیه وجود نداشته، و حالا شما توی کنگره هستید و سعی کردین که رئیس جمهور آمریکا رو استیضاح کنین به خاطر یک مکالمه تلفنی، و حالا شما دارید میگید که جو بایدن و تیمش تحت هیچ شرایطی انتخابات رو نخواهند باخت. بذارید به شما خیلی قاطع بگم، جو بایدن و کمالا هریس اگر میخوان قانون رو عوض کنن و این انتخابات سراسری پستی رو ممکن کنن که یک زمینه بسیار بزرگی برای تقلب رو ایجاد میکنه، ما در نهایت برنده خواهیم شد برای 4 سال دیگه. میدونین من همه سوالها رو نوشته بودم، ولی این سوال آخر رو میخوام، سوالی که کس دیگه ای نوشته شد. آیا فکر میکنید دانشجویان در این کشور اگه قرار باشه یک مخاصم ازشون که بنویسن، از یک کسی بریکلین براون سال 8 در دانشگاه یوتا او اینو نوشته. وقتی من خبر رو میبینم، همه این چیزی که میبینم اینه که بحث بین دموکرات ها و محافظه کارا. وقتی خبر رو میبینم اینه که همشهری‌ها دارن با هم دیگه می‌جنگند و دو کاندیدا از دو حزب مخالف دارن سعی می‌کنن همدیگه رو پاره بکنن. وقتی شما نمیتونید با هم کنار بیاید، چطور از شهروندان می‌خواید که با هم کنار بیان؟ شما باید نمونه‌هایی باشید که ما رو همه کنار همدیگه جمع بکنه. می‌خوام هر کدوم از شما یک دقیقه وقت بذارید و پاسخ بدید. بروکلین، این سوال خیلی خوبه که پرسیدی، و اولا خیلی تقدیر میکنم از تو برای اینکه علاقه نشون دادی به حیات سیاسی ما. من وقتی خیلی جوان بودم شروع کردم به دنبال کردن اخبار، و در آمریکا ما به یک تبادل آزاد و شفاف گفتگو و عقاید اعتقاد داریم و به اون افتخار میکنیم، و این یکی از چیزهاییست که باعث شده ما یکی از مرفه ترین و موفق ترین کشورهای تاریخ بشیم. و بذار بهت بگم که فرض نکن که هر چی در رسانه‌های محلی می‌بینی لزوماً مترادف آمریکا و مردم آمریکاست. رابطه من مثلا با مرحوم قاضی روث بیدر گینزبرگ، وقتی به اون نگاه می‌کنیم و وقتی به رابطه او با قاضی اسکالیا نگاه می‌کنیم که یکیشون خیلی لیبرال بود و یکی دیگرشون خیلی محافظه‌کاره، رابطه خیلی خوبی با هم داشتن و خانواده‌هاشون هم رابطه خیلی خوبی با هم داشتن، و ما در آمریکا می‌تونیم با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشیم. من و سناتور هریس می‌تونیم اینجا با هم دیگه مناظره کنیم، ولی وقتی که این مناظره تموم بشه، باز هممون به عنوان آمریکایی در کنار هم می‌ایستیم، و این کاری که شهروندان در شهرهای کوچک و بزرگ ما هم میتونن انجام بدن. میخوام بهت بگم که ما هر روز تلاش خواهیم کرد که دولت خودمون رو به خوبی مردم آمریکا کنیم. مردم آمریکا عاشق یک بحث خوب هستن، یک مناظره خوب هستن، ولی در نهایت همیشه در کنار همدیگه خواهند بود و مراقب همدیگه خواهند بود در زمانهای نیاز، مخصوصا الان، مخصوصا در زمانهای دشوار. ممنونم از شما. سناتور هریس، شما حرفتون به بروکلین چیه؟ اول از همه من چقدر دوست دارم که این گونه داستان‌ها و کلمات رهبران جوانمون رو میشنوم. وقتی این حرفا رو از طرف تو میشنوم بروکلین، میفهمم که چه آینده درخشانی پیش رو داریم، برای اینکه نشون میده ما چی هستیم و چی باید باشیم. این خودش یک نشانه رهبری هستش، و این بحث من رو به شخص جو میرسونه. یکی از دلایلی که جو بایدن تصمیم گرفت که رئیس جمهور
آمریکا بشه براش فعالیت بکنه این بود که بعد از اتفاقات و خشونت‌های چارلزویل انقدر ناراحت شد که این نفرت و این تفرقه رو بین مردم میدید. میدونید انگیزه ای که باعث شد جو بایدن بخواد رئیس جمهور آمریکا بشه همون چیزایی هستش که بروکلین داره میگه اتفاق افتاده. جو بایدن کارنامه طولانی داره که با هر دو تا حزب کار کرده، هم دموکرات ها هم جمهوری خواه، کاری که وقتی رئیس جمهور هم بشه انجام خواهد داد. فعالیت جو بایدن در جهت بالا بردن کرامت آدم ها بودن. شما داستان شخصی جو بایدن رو میدونید، او عشق رو تجربه کرده، درد رو تجربه کرده، زجر رو تجربه کرده، حتما داستانش رو میدونید. بروکلین، وقتی تو راجع به آینده صحبت میکنی بدون که آینده درخشانی خواهد بود به خاطر رهبری تو و امثال تو و به خاطر اینکه ما می جنگیم برای آینده همه شما. برای همین هستش که این انتخابات اینقدر مهم هستش، برای اینکه شماها از طریق رأی خودتون میتونین مسیر آینده کشور ما رو تعیین بکنین و رهبری این کشور. ممنونم سناتور هریس و آقای پنس، ممنون که امشب با ما بودید. میخوام همینطور از دانشگاه یوتا به خاطر اینکه ما رو اینجا پذیرا بودن تشکر بکنم و همینطور از همه مردم آمریکا که این مناظره رو امشب نگاه کردند. امیدواریم که آقای ترامپ زودی بهبود پیدا بکنن و همینطور همسر ایشون. دومین مناظره قرار 15 اکتبر هفته آینده شکل بگیره، امیدوارم اونجا به ما بپیوندید. خداحافظ.